من حالا دارم تازه دارم از خواب بلند میشم. خب پس ما به نسبت سال 86 1100 من فقط از مخاطبا میخوام، چون تو این چند هفته‌ای که آی جی بریدی اومد اینجا راه افتادن، خب خیلی ها با زبان‌های نرم به ظاهر عدالت‌خواهانه ولی با اصطلاح میلتون فریدمن و غیره، خب من میخوام همینجا شما به عقل خودتون رجوع کنید. آقا اصلا اقتصاد رو نمیدونی همینجا وایسا و بهش فکر کن. از 92 به دفعه جهش 1500 همتی کرده. خطرش چیه؟ خطرش اینه که میگه وقتی که نفت تمام زیر تحریمیم به قول آقای رئیسی دشمنم داره چم دلار رو کم میکنه، از بازار میفروشه، خروج سرمایه داره انجام میشه. این سرمایه‌داران بی وطن که پول در آوردن اینجا که نگران نشدن اینجا، تو دبی خرج کردن، تو تورنتو خرج کردن، خونه های ترکیه رو کی خریده؟ خونه های ترکیه رو کی خریده؟ ببین حساب کنین که تو لندن چند تا خونه ایرانی خریده شده، کدوم پاساژ مال پولدار ایرانی، خب و مال کدوم صاحبان بانک هاست؟ اینا پول خارج کردن، برای همین دلار به صورت طبیعی میخوره گرون شده. آقای قلی زاده، جبرائیلی و غیره نمیگن دلار گرون نشده، خب دلار گرون هم شده چون یه جایی فشارم بهش اومده، ولی دلار گرون دو برابر به مردم ایران تحمیل شده، چون تو خود بودجه هم چیزهایی که تابعی از نفت خام بوده به قیمت ارز نیمایی حساب شده، درسته؟ پس اگر فردا ارز نیمایی از الان 40 تومنه فردا بشه، الان 20 میگم ارز بشه تو ایران 100,000 تومان، که حالا FTD و غیره هم خوشحالن که ممکن 100,000 تومان بشه و واشنگتن هم گفته که به زودیش 100,000 تومان میشه و کیف دارن میکنن، اگه 100,000 تومان شه این بخش بودجه دو برابر میشه، درسته؟ در واقع تورم دیگه، تورم یعنی همین، یعنی بودجه هم داره منبسط میشه داره هم چاقالو میشه با قیمت ارزنی. آمریکا دوبار به ایران ضربه میزنه، یه بار با فشار واقعی با دستکاری قیمت، یه بار هم این که خود ما تو بودجه داریم دلاری حساب میکنیم، خودمون داریم تورم رو بالا میبریم. نپرسید تورم چرا اینقدر زیاده، نپرسید چرا همه چی داره دو برابر و سه برابر میشه، در حالی که رئیسی از پارسال تا حالا دو برابر نفت فروخته، در حالی که صادرات غیر نفتی ایران دو برابر شده، در حالی که الان باید تو ایران پول باشه به نسبت زمان روحانی ولی تورم دو برابر شده، چون هر چی بیشتر پول بیاد ما بدبخت میشیم. نفت میتونه که نعمت خدادادیه، الان داره علیه اقتصاد ملی کار میکنه و به نفع اقتصاد اون نهادهایی که صاحب اقتصاد رانتی، یعنی دولت رانتی پنهان داره دولت رسمی جمهوری اسلامی رو میبلعد. این اتفاق میفته و من به شما بگم آیه قلی‌زاده، میخوام شما رو حس کنم که خطر سیاسی برات نداشته باشه. وقتی که این پروسه ادامه پیدا کنه عین فروپاشی شوروی، اینا میرن یلسینیا میان، اعضای حزب کمونیست اون موقع کروات میزنن. خب بترسید از این صحنه، بترسید. اگر این پروسه ادامه دار شه و اون نهادها از این فر بهترشن، بعد جمهوری اسلامی رو ساقط میکنن، اسم اسلامش هم ور میدارن. خب اینا همین الان مترسدن، بترسید از اینها، اینا یلسین های پنهان جمهوری اسلامی هستن، بترسید از اینها. اگر یه خود جلوتر برن ایران نصف شب اینقدر هم چیز نکنید، حالا به این شدت هم نیست. حالا من میگم شما رو میگیرن دیگه. خب بریم سراغ بعدی، این چیه داستانش؟ دقیقا پاسخ به اون مناقشه بزرگه، یعنی این داستان اینجا تمام میشه. سوال به اینه که این تورم از کجا داره نشأت میگیره؟ این تورم یه دعوای نقدینگی این وسط هست، یه عده میگن نقدینگیه، یه عده ما میگوییم که وارد یک سیکل معیوب میشیم که همه این عوارض منفی که تا الان شمردیم نهایتا منجر به یک زندگی پایدار تورمی در کشور شده، که اون نمودار رو رد نکنید دیگه. نه که در فضای تورمی این اقتصاد رانتی قادر به حیاته و این فرمول ها و این مواد قانونی ضمانت ادامه و بقای حیات اینه. یعنی چی؟ این نمودار روند نقدینگی کشوره. شما نگاه کنید که حتی من اینو هم میکروسکوپی هم بررسی کردم، این الان نمودار کرانشو یعنی ماهانشو به جز اینو بررسی کردم. سوال اینه، یه دعوا و مناقشه جدیدی هست، یه طرفی که فقط نقدینگی عامل تورمه، تورم عامل صرفا پولی است، یه طرف ماجرا میگه به علاوه این مسئله در ایران امروز آنچه که اتفاق افتاده این مباحثی که سمت عرضه هزینه ها ناکارآمدی ها شکل گرفته، ما اینجا داریم نشون میدیم که این مدل قیمت گذاری انرژی باعث انفجار نقدینگی هم شده از پدیده ای به نام نقدینه خواهی. یعنی چی؟
یعنی اون کالاهایی که داره در ایران گرون میشه کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع هستن، یعنی الزاماً قیمت اینها هر چقدر گرون بشه خریداران اینها صف میکشن برای خریدنش. خیلی به زبان ساده میگم، یعنی شما قیمت اینها رو 100 برابرم بکنی، یا اقتصاد ایران باید درش تخته بشه، نفله بشه، یا کارخونه دارا باید برن بشینن اونجا صف بکشن اینا رو بخرن، مجوز افزایش قیمتش رو از سازمان حمایت و سایر نهادها بگیرن و به بقا ادامه بدن. آیا این روند انفجار نقدینگی قبل از قیمت گذاری انرژی اتفاق افتاده یا قیمت گذاری انرژی باعث این اتفاق افتاده؟ قیمت گذاری انرژی به این شکل جهانی سازی باعث این پدیده انفجاری شده. صحبت ما اینه. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما کالای انرژی رو گرون میکنین که اون کالاهای ویژه رو که تازه این اجدها بخش ویژهش داره جهانی میشه، یعنی هنوز اجدها به طور کامل بیدار نشده که اگه این اجدها بیدار شه اقتصاد ایران متلاشی خواهد شد. یعنی اون پنج فراورده ای هم که این آقایون میگن باید به قیمت جهانی برسه، اگر برسه چون 90% تولیدات پالایشگاه هاست، 85% تولیدات پالایشگاه هاست، قطع به یقین اقتصاد ایران به اصطلاح کلپس میکنه و فرو میپاشه. اینجا شما اون 41 فراورده از اصل فرعی رو، ویژه رو به اصطلاح، اون لوبکاتو، اون وکیوم باتو، محلال ها و گوگرد ها و اینا رو، همه رو اینا رو به قیمت جهانی میفروشی، ارز میره بالا، تورم ایجاد میشه، میریزه دوباره، قیمت ها میره بالا، یه رابطه مستقیمی در قانون هست، اینا میرن صف میکشن و مجبورن این کالاها رو بخرن. اون جدول وسط چیه؟ برای اینکه این صنایع و بنگاه ها بتوانند این کالاها رو بخرن نیاز به سرمایه در گردش دارن. این پاسخ به اون سوالیه که چرا 65% تسهیلاتی که کلیه بانک ها در کشور دادن به سرمایه در گردش اختصاص میکنه. چون این اون هوای تنفس بقای یک زندگی تورمی در اقتصاد ایرانه. اینا میرن وام میگیرن، میان به اصطلاح این کالا رو میخرن، گرونتر میفروشن و این سیکل معیوبی که من اسمش رو زندگی تورمی پایدار در ایران اسمش گذاشتم به اصطلاح شکل میگیره. بنابراین به اعتقاد بنده بر اساس این حرفایی که زدم و بر اساس این مواد و قوانین و اعداد، این نمودار نقدینگی بعد از اتفاقی برای انرژی افتاده شکل گرفته. اگر این اتفاق برای انرژی نمیافتاد این نقدینگی رو به آسمان نمیرفت، همینجوری به صورت معمول راهش رو ادامه پیدا میکرد. این پس پاسخ به همه اون مناقشاته. پس اونهایی که با به شکلی میگن تورم یک پدیده پولی است و به شکلی به خاطر افزایش نقدینگی اشتباه نمیگن، ولی معلول رو با علت قاطی کردن. بله احسن. آقا این که نقدینگی تو ایران زیاد شده، نقدینگی زیاد شده، بله تورم زیاده، ولی چرا نقدینگی زیاد شده؟ چون انرژی قیمتش دلاری شده. خب چون انرژی قیمتش دلاری شده. یه خورده ببینید، یه خورده عمیق‌تر ببینید. خب نقدینگی احساس میکنن دولت داره همینجوری پول چاپ میکنه، ولی متوجه نمیشن که علت این که اجازه داده این نقدینگی اینقدر زیاد شه تو همون نمودار قبلی. این متاسفانه حالا میگم خود مرتبا ادعای سواد میکنن، ولی این کم سوادی این اقتصاددانانی که ذهنشون رو آموزه های واشنگتن، آموزه های میلتون فریدمن، آموزه های شیکاگو، آموزه های کسایی که شیلی رو شیلی کردن پر کرده، اصلا اجازه نمیده که ببینن. چون ایدئولوژی یک عینک سیاهی که اصلا مانع آگاهی میشه، مانع فهم میشه. خب و برای همینه که تو همین سطح میمونن و میگن که افزایش نقدینگی دلیل تورم در ایران است. بله، ولی افزایش نقدینگی، خود افزایش به شکلی نقدینگی یک علت اصلی و نهایی نیستش. خب اینجا رو ما گفتیم. یه نکته که من بگم اینجا، یه نکته که شما قبل از شما میگید، قلی زاده حرف خیلی عجیبی میزنه، میگه همه اینها در زمانی است که هنوز بنزین و بقیه شون گرون نشده. اگر اونها گرون شه، قولی زده میگه که اقتصاد ایران فروپاشی میشه. من میگم یعنی براندازی، آره من میگم که اگر بنزین اون کار کنن براندازی جمهوری اسلامی میشه عملا. برای همینه که شما نمیخواد بگید، بذار من بگم. یه سویه سیاسی داره این چیزها. کسانی از داخل جمهوری اسلامی دارن براندازی اقتصاد، به واسطه اقتصاد دارن براندازی میکنن، دارن به واسطه اقتصاد براندازی میکنن. یک بارش یک نمونه کوچیکش آبان 98 بود. چون اگر دیدین که بعد انفجارهایی که بعدش افتاد، الان ما در چه فازی هستیم؟ ما در فازی هستیم که همه میدونن که اعتماد عمومی پایینه. بی بی سی میگه که چون به هواپیما اوکراین سقوط کرد، چون به شکلی انتخابات کم بود، ولی قبلش توضیح نمیده که طلاق عاطفی بخشی از جامعه ایران که در انتخابات 1400 خودش رو منعکس کرد در کی اتفاق افتاد؟ از همون سال 96 97 98 اتفاق افتاد، زمانی که تحریم از یک سو و دلاری سازی اقتصاد از سوی دیگر گلوی مردم رو فشار داد و مردم احساس کردند که دولت ناتوان از حمایت از اونهاست. و بعد یه دفعه در آبان 98 دولت یک خنجر از پشت بهشون زد. خب برای همینه که اینو من به شما صریح بگم،
کسانی که امنیتی هستن برنامه رو میبینن، کسانی که جمهوری اسلامی رو دوست دارن برنامه رو میبینن، کسانی که در بحث سیاسی بالادستی هنوز دوست دارن جمهوری اسلامی باقی بمونه، معتقدن که این نظام باید ازش دفاع کرد. اگر آقایون بنزین رو هم میان با آقای رئیسی میگن که بعد به قیمت فوق خلیج فارس انجام بدیم، برید انجام بدید، ولی مطمئن باشید که دارید کاری میکنید که اسرائیل و آمریکا با زن زندگی آزادی نتونستن بکنن. دارید چیزی رو بیدار میکنید که ابعادش از نظر زلزله 10 برابر خواهد بود. اگر زن زندگی آزادی 2 ریشتر بود، اون موقع با 8 ریشتر روبرو خواهید شد و یک براندازی تمام عیار. برای همین چشمهای بچهای انقلابی داشته باشن، کسانی که صحبت از به شکلی آزادسازی قیمت بنزین میکنن، اینها کمر بستن که جمهوری اسلامی رو تبدیل به چیز دیگه ای کنن، چون این آمار رو به آمار اکسپوننشیال بهش میگن تو ریاضی، آمار لوگاریتمیه، درسته بالا رفتنش بالا رفتن طبیعی و به شکلی تصاعدی بالا رفته. با همین اینو هم مراقب باشیم. بریم سر بعدی. یکی از اختلاف نظرهایی که الان هست، اینا میگن که قیمت بنزین رو گرون کنیم، همون تو پاورپوینت صفحه اولش هم مطرح شد، کسری بودجه رفع میشه، در حالی که امروز بر اساس آنچه که اتفاق افتاده اگر پالایشگاه‌ها به فروش نمی‌رفت امروز دولت کسری بودجه نمی‌داشت. این جمله رو دیگه بگید که در اینجا بمونه اگر... من می‌خوام دوستان اینو ببرن و این ادعای همت قلی‌زاده است. بفرمایید. دوستان مقابل ما میگن که قیمت بنزین و گازوئیل رو باید به قیمت جهانی برسونیم تا دولت کسری بودجه نداشته باشد و اقتصاد شکوفا شود. ولی بر اساس آنچه که از سال 86 تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، یعنی بر اساس صورت‌های مالی 6 ماهه 1401 که منتشر شده و در کدال در دسترس همه مردم هست، اگر پالایشگاه‌ها واگذار نمی‌شدند دولت امروز کسری بودجه نمی‌داشت و اونها بهانه‌ای برای این داستان نداشتند. این خیلی نکته عظیمیه. حالا این دوستان میپرسن که راهکار نشون بدید، راهکار نشون بدید. اینا راهکار توش هست. شما وقتی میری پزشک، اول اصلا باید بفهمیم بیماری از کجاست، از کلیه است، از کبد، از کجاست. بذار ما دیاگنوستیس انجام بدیم، دیاگنوستیس به قول انگلیسی ها تشخیص بیماری انجام بدیم، راهکار خودش خواهد اومد. خب ولی اول از همه الان ما سر بیماری موندیم، سر بیماری موندیم. همین تو همین هفته‌های گذشته از آقایونی که مثلا آقای رایفی پور که اصلا به اقتصاد دانم نیستش، الان من میگه که بحث افزایش نقدینگی، الان هر کسی داره یک تشخیص بیماری میده، اقتصاددانای دیگه میگن که چند بحث تحریم، الان همه نشانه رو برجام و غیره و اینهاست، اینها نیست. ببین این تشخیص بیماری اگر درست باشه، شما دنبال بعد اون موقع شارلاتان هایی که میگن برجام رو امضا کنیم، الان که میگن که عراقچی چون رفته سفر و یه بای بای کرده قیمت دلار از 60 تومن پایین تر اومده، یعنی همه گونه شیادی، همه گونه شارلاتانیسم رو دارن انجام میدن. خب برای اینکه از مسائل اصلی و دلایل اصلی اقتصاد ایران و بیماری اقتصاد ایران غافل شن. این چیه آقای قلی‌زاده؟ خب اینم یکی از گزارشات بسیار کلیدی ما تو این بحثه. ما زمانی در اقتصاد میگیم که اگه مقدار تولید ثابت باشه، همین که شما بارها بهش اشاره کردید که بودجه منفجر میشه، یعنی ارزش اسمش میره بالا، قیمتش میره بالا، قیمت جاریش، یعنی تورم. تو این اختلاف نظر هیچ کس نداره. این پالایشگاه اتفاقی که برای نمونه برای پالایشگاه تبریز افتاده، ببینید این نمودار پایینی، این میان عدد هست رسیده به 100322 ریال، میانگین قیمت تمام محصولات پالایشگاه تبریزه، یعنی هر لیتر پالایشگاه تبریز میانگین این 20 تا محصوله تو پالایشگاه تبریز سوزی میانگینش چنده، مثلا از گوگل دارم توش هست، مثلا از بنزین، این میانگین همه محصولات پالایشگاه به اصطلاح. این پاسخ به اون سوال نمودار نقدینگی هم هست آقای علیزاده، نگاه کنید اینها اتفاق، این مال یک پالایشگاه مال قیمت 1 لیتره، حالا حساب کن 2 میلیون بشکه در روز این اتفاق براش میفته، من گفتم 176 میلیون دلار در روز، 60 میلیارد دلار در سال. ببینید اون قرمز مقدار بشکه های پالایشگاه است، مقدار خوراکه. نگاه کنید بعضا مقدار خوراکی زدن کم شده، یعنی مقدار نفتی که پالایش شده کوچولو پایین اومده. شما پایین ببینید، از داستان از بازی از سال 86 شروع میشه. ببینید سال 85 میانگین قیمت هر لیتر فرآورده تولیدی تبریز 131 ریال 13 تومانه. 13 تومان چقدر میشه آقای علیزاده؟ میشه 4380 ریال. 438 تومان. میاد ادامه پیدا میکنه. سال 92 به خاطر ارز جهش میخوره، میشه 15699. فاجعه در فاجعه اول بمب اتمی اول سال 96 منفجر میشه، ولی با نرخ ارز رسمی. فاجعه تمام عیار دوم
یعنی پاس گل که داده میشه، گل در سال 97 زده میشه. نرخ ارز اشاره کردم، نرخ ارز ترجیحی نه در اردیبهشت 1401 که در اول آبان 1397 حذف میشه. 1397 ارز ترجیحی، ارز رسمی حذف میشه 4200 در صنعت نفت. یعنی مبنای اون فرمول هایی که من نشون دادم همه 4200 بود قبل سال 97، بعد سال 97 همه شد نرخ نیما. نگاه کنید که در یک بازه کوتاه مدت از سال 95 که 8944 بوده، رسیده در سال 1400 هر میانگین هر لیتر فراورده به 100322 ریال. فقط نگاه کنید که این انفجار کجا رخ داده. این انفجار رخ داده و قیمت ها تورم ایران شکل گرفته. یعنی بخش اعظمی از تورم نام غیر متعارف یا تورمی که الان ما باهاش مواجه هستیم که از 40% خودمون رو میکشیم پایین نمیاد، پایین هم نخواهد آمد. تو این بازی تورم پایین نخواهد آمد. ریشش اینه. اگه این حل نشه تورمی پایین نخواهد آمد. به نکته بسیار فنی و ریاضی اشاره کردین که دوستانی که دوروبر من هستن اینو بارها شنیدن. این نمودار به یک نمودار نمایی تبدیل شده و هر گامی که دیگه میره مثل اصل چهارنل داره خطرناک میشه. گامهای بعدی خطرناکترن و شدت فروریختن اون شدت زلزله که خواهد اومد بیشتره. یه چیز دیگه من الان کشف کردم، شما داشتین صحبت میکردین الان من فهمیدم چی رو. به این سال 96 27 همت بوده خب فروش اینها، الان 281 همته، درسته؟ درسته. و اینا نفتی که دارن به دولت میدن مثلا اون موقع سال 96 مثلا بوده 3 همت 4 همت، الان مثلا هستش مثلا 5 همت 6 همت، درسته؟ دو برابر شده، مثلا چند 3 برابر شده. خب من وایسید اینجا و بعد سودش 281 میلیون همته. به عبارتی اتفاق داره میفته مخاطبان عزیز، این پالایشگاه ها اون موقعی که نفت و مجانی دولت بهشون میداد، اینا هم باید قیمتا رو خیلی ارزون میدادن. خب این در واقع بین محصول تمام شده و اون تفاوت چندانی نبودش، بهشون مجانی میداد، اینا روش پول کارگرا برمی داشتن، یه خوردم سود برمی داشتن، دست مردم دست دولت میدادن و جاهای دیگه میدادن. خب الان سود اینجوری بالا رفته، 281 همتی که سود پالایشگاه هاست، 5 همت به دولت پول داده، پول نفت، عملا نفت خوری کرده. یه موقعی ویلیام دارسی نفت ما رو میخورد، یه موقعی بریتیش پترولیوم نفت ما رو میخورد، الان دارن کسایی میخورن که سهامدار این پالایشگاه هستن، ما اسم خیلیشون هم نمیدونیم، تازه الان دارن میگه امسال شفافیت اومده اسمشون رو آورده، دارن نفت میخورن. چون بین نفت پولی که به دولت دادن، دولت قراره واسه مدرسه بچه‌ها، واسه بیمارستان فقرا، واسه چه میدونم حقوق بیکاران، اسقار افتادگان، جانبازان، خانواده‌های بیکس و کار، شهیدان، چه میدونم همه اینا خرج کنه، از امنیت ما دفاع کنه با کمتری میزان در کل این منطقه تو جاهای مختلف سوریه و اینا که هیچ بوده، همه اینا با اون مقدار اندک نفت رو دارن واقعا پولشو نمیدن، مفت کردن، درسته؟ نفت رو به نسبت اون چیز خارجی نفت بقیه عملا منابع خام ایران و نفت ایران آزادسازی نشده. یعنی مصدق بنده خدا مرحوم مصدق اومد نفت ایران رو ملی کنه، دوباره اینا نفت رو غیر ملی کردن. خب از دست ملت ایران خارج کردن نفت رو و این اتفاق افتاده و دولت ایران هم همینجی دست و پاش مونده. پس در واقع دولت ایران رو سر کار گذاشتن که فوش بخوره. برای همین این روزا اگر به آیه ابراهیم رئیسی زیاد فوش میدین، احساس هرکول بودن بهتون دست نده. رئیسی اونجاست که فوش بخوره، رئیسی شغلش اینه که فوش بخوره، چون دولت داره کوچیک و کوچیکتر و بیکار و بیکارتر و بیقدرت و بیقدرتتر میشه. اصل کاری ها تو این پالایشگاه ها و تو پتروشیمی ها و جای دیگه هن که پول دستشونه و بودجه دستشونه. برای همین احساس هرکول بودن دست نده که به رئیسی خیلی مثلا نقد تون کنی. شغل رئیسی اینه که اونجا وایسه و فوش بخوره.